سلام دوستان عزیز، خوش آمدید میگم همه شما را به یک ویدیوی آموزشی دیگر. دوستان عزیز، امروز میخوام یک طریقه جدید برای بازیابی جیمیلتان را به شما معرفی کنم. در این ویدیو میخوام به شما نشان بدم که چطور میتونید جیمیل خود را بدون داشتن رمز، شماره تلفن و ایمیل پشتیبانی چطور جیمیل خود را بازیابی کنیم. 100% تضمینی و داخل ویدیو هم به شما نشان میدم که چیکار باید بکنید. خیلی طریقه آسان است، فقط کافیه که ویدیو رو تا پایان ببینید، رد نکنید که بعضی جای مهم رو از دست ندید و بتونید که خودتون مشکلتون رو حل کنید. باید بگم دوستان عزیز، کسایی که مشکل دارن که جیمیلشون مثلا رمز جیمیل خود را دارن ولی برای اینکه بتونن وارد جیمیل بشن به شماره موبایلشون یا به ایمیلشون یک کد میآید و اون کد رو باید وارد بکنن، یعنی تو استپ وریفیکیشن که هست، اگه اون فعال هسته این ویدیو مربوط اون موضوع نمیشه. در اون مورد ویدیو ساختم، لینک همون ویدیو پایین این ویدیو که تماشا میکنید موجود هست، روی لینک کلیک کنید میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. اون ویدیو مخصوص برای مشکل تو استپ وریفیکیشن هست. اگر شما یعنی رمز جیمیل خود را بلد هستید ولی بازم نمیتونید وارد بشید، چرا؟ چون به شماره موبایل شما یا به ایمیل شما یک کد ارسال میشه و کد رو باید شما صاحب باشید که بتونید به ایمیل خود وارد بشید. اگر اون مشکل رو دارید، ویدیویی که لینکش پایین این ویدیو موجود است، اون ویدیو رو تماشا کنید و اگر نتونستید لینک رو پیدا کنید به من در بخش کامنت ها نوشته کنید، لینک رو من به شما میفرستم. خب دوستان عزیز، این برنامه‌ای که می‌بینید برنامه اندروید هست، موبایل هست و من داخل کامپیوتر نصب کردم. داخل این برنامه میتونم کلی برنامه اندروید رو، واتساپ، ایمو، همه چیز رو داشته باشم. اگر شما می‌خواید چنین برنامه‌ای رو نصب کنید، آموزش داخل چینل موجوده، میتونید برید کلیک کنید و به شما در اونجا آموزش دادم که چگونه میتونید این برنامه رو نصب کنید. تمام برنامه اندروید رو داخل کامپیوتر چگونه میتونید صاحب بشید. خب دوستان عزیز، برای آغاز ما یک برنامه گوگل نیاز داریم که ترجیحاً گوگل کروم خیلی بهتر است. گوگل کروم رو باز میکنیم. بعد اینکه گوگل کروم رو باز کردید دوستان عزیز، در اینجا نوشته میکنید جیمیل ریکاوری. قبلا من تایپ کردم جیمیل ریکاوری رو. وقتی کلیک کردید دوستان، ببینید سایت های زیادی میاد ولی اولین سایت هاو تو ریکاوری یور گوگل اکانت اور جیمیل و سایت هم گوگل هلپ، یعنی سایت رسمی support.google.com است، سایت رسمی گوگل هست. اینجا کلیک میکنیم. در اینجا دوستان عزیز وقتی کلیک کردید در follow the steps to recovery your google account or gmail که هست، شما کلیک کنید، صفحه جدید به شما باز میشه. در این صفحه به شما میگه جیمیل خود رو وارد کنید. اینجا شما باید جیمیل خود رو بزنید. اسم جیمیل نیازی نیست که @gmail.com رو بزنید، فقط جیمیل خود رو کامل بزنید. روی next کلیک میکنیم. در قدم بعدی خب طبق معمول از ما رمز رو درخواست میکنه. ما روی try and other way کلیک میکنیم. در اینجا از ما شماره موبایل رو میگم، میگه first confirm the phone number، شماره تلفنی که قبلا میگه شما وارد کردید رو تایید کنید که ما به اون کد ارسال کنیم. ما فرض میکنیم شماره تلفن رو نداریم، روی try another way میزنیم. در اینجا ببینید فعلا برای ما دو گزینه آورده. چرا؟ چون ما به این ایمیلی که اینجا میبینید ایمیل پشتیبانی وصل نکردم، به خاطر همون ایمیل پشتیبانی اینجا نیاورده. اگر شما به ایمیلتون یک ایمیل پشتیبانی وارد کرده باشید، اون ایمیل هم اینجا میاد. شماره موبایلتون هم اگر بیشتر از یک دونه شماره باشه، دو تا شماره تلفن باشه، هر دو شماره تلفنتون میاد، ایمیلتون میاد. اگر شما برنامه گوگل اوتو کانتور داشته باشید، اون هم میاد که میگه کد وارد کنید. و اگر جیمیل شما، اینجا رو دقت کنید، اگر جیمیل شما داخل یک موبایل دیگه باز باشه، به شما میگه داخل اون موبایل، مدل موبایل رو به شما نوشته میکنه، میگه داخل تنظیمات اون موبایل برو و کدهای آفلاین رو اینجا وارد بکن. شما فرض کنید هیچ کدوم رو ندارید و نوشته try any other way هست و شما وقتی اینجا کلیک کردید، اینجا میگه که گوگل تو نتونستی که به اندازه کافی به گوگل معلومات بدی و گوگل هم نتونستی که تایید کنه این ایمیل واقعا متعلق به شما هست یا نیست. بعد پایین نوشته more types to recover your account. اینجا وقتی کلیک کردید ببینید پایین صفحه که بیایید، فقط دو سه قدم دیگه همش مزخرفات است که نوشته. و پایین که بیامده ببینید what if I still can't sign in، میگه اگر شما تا به حال نتونم که ساین این کنم چیکار باید بکنم؟ میگه یک جیمیل جدید بسازید، فقط همین. بعدش دیگه نمیتونید پیش برید، هیچ راهی وجود نداره. خب چیکار باید بکنید؟ ببینید یک لینک هست که پایین همین ویدیو من گذاشتم، شما روی اون لینک وقتی کلیک کردید شما رو به این صفحه میاره. این صفحه 100 لای امان، این صفحه 100% تضمینیه دوستان. داخل اینستاگرام خیلی ها پیام دادن، کسایی که مشکلشون حل شده اگر این ویدیو رو میبینند لطف کنن نوشته کنن پایین که ببینید شما این لینکی که من پایین ویدیو گذاشتم، شما وقتی روی اون لینک کلیک کنید شما رو به این صفحه میاره. در این صفحه نوشته که گوگل اسمنیزه اتروم اچمک استدینیز ای پوست ادرسی. در این قسمت
بالا میگه جیمیلی که شما رمزش رو فراموش کردید، اون جیمیل رو حتما شما باید وارد بکنید. یعنی جیمیلی که همین الان من میخواستم تلاش داشتم که وارد بشم، اون جیمیل رو باید اینجا بزنم. پایین میگه که جیمیل رو بزنید که اون جیمیل فعلا دست شما باشه، که یعنی ما وقتی به شما ایمیل ارسال کردیم شما صاحب باشید اون ایمیل رو، بتونید اون ایمیل رو باز کنید و لینکی که ما میفرستیم روی اون لینک کلیک کنید. شما در اینجا حتما جیمیل دوم، یعنی جیمیلی که شما دسترسی دارید، اون جیمیل رو میزنید. در پایینم نوشته که با ما بگید که شما مثلا چه ایرور یا چه ساسپنده یا چه مشکلی دارید، در کل میگه با ما توضیح بدید. در اینجا قبلا من نوشته رو آماده کردم که این نوشته رو من اینجا پست کنم. این همین نوشته در کامنت اول این ویدیو پین شده است، شما میتونید از اونجا کپی کنید بخش انگلیسیش رو و اینجا تایپ کنید و ببینید قسمت هایی که فارسی نوشتم. ببینید اینجا که نوشته my gmail account هست و اینجا من نوشتم gmail خود را وارد کنید. در اینجا جیمیل خود را بزنید و اینجا شماره تلفن بازیابی و جیمیل بازیابی را بزنید. اینجا رمزی قدیمی، رمزی آخرین رمزی که به یادتون است، مهم نیست کدوم رمز است، اون رمز را بزنید و اینجا اگر جیمیل پشتیبانی وصل است اون جیمیل را بزنید و روی ارسال کلیک میکنید. احتمالاً معمولاً بین یک هفته، بعض وقتا بیشتر از یک هفته به هر حال طول میکشه تا به شما جواب بیاد. یک راهش این است، اینا 100% امتحان کنید که این راه تضمینی است که من خودم انجام دادم. خیلی عام هستن که در اینستاگرام پیام دادن تشکری کردن که مشکلشون حل شده. و راه دوم دوستان عزیز، حتما این را هم امتحان کنید، ضرر نداره. جیمیل خود را باز میکنید، جیم برنامه جیمیل توی همه گوشی ها موجوده، اگر نباشه گوگل پلی استور میتونید دریافت کنید. وقتی جیمیل رو باز کردید دوستان، دست سمت چپ یا راست فرقی نداره، یه سه تیک است در اینجا که میبینید، بستگی به زمان گوشی شما داره، یا چپ است یا راست. اینجا که اینو باز کردید آخر وقتی بیایید نوشته help and feedback، روی help and feedback کلیک میکنیم. دوستان عزیز اینجا نوشته delete or recover gmail message و ما با اینا کار نداریم. در بخش آخر نوشته send feedback، روی send feedback وقتی کلیک کردید اینجا نوشته welcome و به چند تا سوال پاسخ بده، اسکرین شات های خود رو وارد کنید و شیر یور فیدبک، نظر خود رو شیر کنید با ما. و شما باید یک جیمیل داشته باشید داخل گوشی خود که این کار رو بتونید انجام بدید. ما روی وقتی اینجا اومدیم روی get started کلیک میکنیم. در بخش اول ببینید نوشته report and یک خطا رو میگه گزارش بدید. در پایین نوشته suggest an idea، یک ایده رو با ما بدید. و پایین هم نوشته recovery my account. ما به این دو تای پایین کار نداریم، روی یکی اول کلیک میکنیم برای اینکه بتونیم تایپ کنیم. روی other کلیک میکنیم، اینجا نوشته که مشکل خود را تایپ کنیم. ما اینجا باید چی تایپ کنیم؟ همین پیامی که در اونجا ارسال کردیم اینجا هم ارسال میکنیم و این بخش های فارسی رو پاک کنید. حتما اینجا بخش فارسی شما چیزایی گفتم، مثلا ببینید اینجا گفتم که جیمیل خود را وارد کنید. در اینجا جیمیل خود رو میزنید، مثلا کدوم جیمیله؟ همون جیمیلی که از بین رفته، جیمیلی که شما صاحب نیستید، جیمیلی که میخواید ریکاوری کنید، اون جیمیل رو اینجا میزنید. اینجا ببینید my old password هست. ببینید این نوشته تا به این نوشته ای که اینجا، اینی که وقتی پاک کنید با شما ببینید اون وسط خالی میشه. ببینید این وسط مثلا 1 2 3 4 5، اینجا ببینید ما نوشتیم تا 4 بنویسم که نوشته چی. ببینید اینجا نوشته my old password is 123، جیمیل رمزی قدیمی من 123، هر رمزی که به یاد دارید. این رو شما تایپ میکنید و بعد اینکه این رو تایپ کردید، روی ارسال کلیک میکنید و این رو ارسال میکنید. من فعلا نیاز نیست که ارسال کنم، چون من جیمیل رو رمزش رو دارم، فقط برای که شما نشون بدم خواستم که این قدم ها رو پیش بریم. شما وقتی این کارا رو انجام دادید، به جیمیلی که شما در بخش ریکاوری جیمیلی که از شما طلب کرده بود، اون جیمیلی که شما دادین و اون جیمیل شما، این جیمیل دومی که در اینجا گفتم اینجا دو نوشتم، به این جیمیل شما یک ایمیل میاد که معمولا بین 3 الی 7 روز کاری به شما پاسخ میده. به این ایمیل دومی که اینجا شما زدی، به این ایمیل شما یک ایمیل میاد که معمولا بین 3 الی 7 روزی کاری به شما پاسخ میدن و یک لینک به شما ارسال میکنند. روی اون لینک وقتی شما کلیک کردید میتونید جیمیل خود را به راحتی بازیابی کنید و رمز جدید به خود انتخاب کنید. این نوشته که در اینجا هست، به خاطر این ما اینا رو ارسال میکنیم که گوگل مطمئن بشه که این جیمیل مال شما هست یا خیر. من قبلا
بیشتر 4-5 تا جیمیلم رو از همین طریق بازیابی کردم. زمانی که از ترکیه مهاجرت کردم تلفنم شکست و کلا همه چیز از بین رفت، شماره موبایل، ایمیل، هر چی موجود همه از بین رفت و از همین طریق ما تونستم همه جیمیلامو رو دوباره بازیابی بکنم. امیدوار هستم این ویدیو با شما مفید بوده باشه، تونسته باشم کمکتون کنم. برای حمایت حتما این ویدیو رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر جدید هستید کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای جدید که میگذارم به شما نوتیفیکیشن ارسال بشه، معلومات مفید رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خداوند یار و مددگارتان.